حضور کمرنگ سیاه‌پوستان در کنوانسیون امسال حزب جمهوری خواه در ایالت اوهایو که امروز پنجشنبه آخرین روز خود را پشت سر می‌گذارد کاملا مشهود بود. در واقع از بیش از 2400 نماینده شرکت کننده در کنوانسیون فقط 18 نفر سیاه‌پوستند. این اقلیت محسوس اما بر این باورند که حزب جمهوری خواه از همه صرف نظر از رنگ پوست و نژاد برای پیوستن به این حزب استقبال می‌کنند. من کسی هستم که میسته و میگه درهای حزب جمهوری خواه به روی همه بازه و خیلی از ما رو خواهد پذیرفت و ما از همون اولش نباید این حزب رو ترک میکردیم. این حزب به هر حال مال ماست. حزب جمهوری خواه ایالات متحده در سال 1854 توسط ابراهام لینکلن رئیس جمهوری ناجی بردگان سیاه‌پوست آمریکایی تأسیس شد. میراث حزب در دفاع از حقوق سیاهان تا دهه 1960 ادامه داشت، اما با روی کار آمدن لیندن جانسون و تصویب قوانین مدنی ایالات متحده در دولت‌های دموکرات پس از آن، محبوبیت حزب جمهوری خواه در میان سیاهان از بین رفت و جای خود را به حمایت از حزب دموکرات داد. تا جایی که از انتخابات سال 1964 میلادی به این طرف، سیاه‌پوستان آمریکا به هیچ یک از نامزدهای ریاست جمهوری حزب جمهوری خواه رأی ندادند و تا برگزاری انتخابات نوامبر مشخص نخواهد شد که آیا این روند تغییر خواهد کرد یا خیر.